به ایران اعطا کرد. شهرهای بزرگ با شتابی باور نکردنی به جلوگاه فرهنگ مصرف بدل می شوند و بهایی که در ازای آن پرداخت می شود نابودی تدریجی کشاورزی است. روستاییان کنده شده از زمین روستاها را ترک می کنند تا در حاشیه شهرها علوی آبادها را برپا کنند. جذابیت شهر، کار و درآمدی ناچیز اما مستمر و مطمئن آنها را به خود می خواند. این گونه است که بسیار پیشتر از آن که آیت الله خمینی به مساف رو در رو با شاه بیستد، لشکر انقلاب آماده است. لشکری که حالا در نزدیکی شهرها به خوبی می تواند نابرابری ها و بی‌عدالتی ها را حس کند و به چشم خود از نزدیک ابتذال و اسراف و تبهکاری چپاولگران را ببیند. شاه اما چاره را در تظاهر و دروغ پردازی بیشتر می‌بیند. کسی که در تمام دوران سلطنتش کمترین حقی را برای مردم ایران قائل نبود، کنفرانس حقوق بشر سازمان ملل متحد را در تهران می‌گشاید و از پایبندی به آزادی دم می‌زند. و در پوشش این خودنمایی ها دستگیری و شکنجه و اعدام ادامه می‌یابد. 12 روشنفکر در دادگاه نظامی شاه در حضور خبرنگاران خارجی به محاکمه کشیده می‌شوند. خسرو گل سرخی، شاعر، یکی از آنهاست. اتهام سیاسی در ایران نیازمند اسناد و مدارکی نیست. خود من نمونه صادق این گونه متهم سیاسی در ایران هستم. در فروردین ما چنان که در کیفرخواست آمده به اتهام تشکیل یک گروه کمونیستی که حتی یک کتاب نخوانده است دستگیر می‌شوم. تحت شکنجه قرار می‌گیرم و خون ادرار می‌کنم. متهم ردیف چهارم، کرامت الله دانشیان. محاکمه‌گران نظامی در دادگاهی که تحت فشار بین‌المللی تنها برای تظاهر به قبول حق دفاع متهمین سیاسی به طور علنی و با حضور خبرنگاران خارجی برگزار می‌شود نیز تحمل شنیدن عقاید متهمین را ندارند. به نام خلق محروم و ستمکش ایران، به دلیل اینکه نوعی حکومت نظامی مخفی در وطن ما جریان دارد، درست به همان دلیل نیز دادگاه‌های نظامی صلاحیت خود را خود به خود تایید می‌کنند. امید می‌کنم در اجرای ماده 194 متهم تذکر داده بشه، همونطور که مقرر فرمودن در مورد متهم دیگه که در حدود دفاع از خودش و رد اتهام و در مورد هر مطلبی می‌خواد علیه مطالبی که من مستنداً در دادگاه اظهار کردم پس بکنه و مبادرت به تبلیغ که جرم مستقله نکنه. این درست به دفاع من مربوط میشه، یعنی دفاع از خودم. من مواردی که باید جواب داده میشد به شما وکیل مدافع هم داده و این چون به عقاید من مربوطه باید همه رو بکنم. دانشیان و یار همراهش گل سرخی عقایدشان را بی پرده ابراز کردند و بر سر آن جان باختند. از آن پس نه تنها مفاهیم
که لغات هم سانسور می شود. سحر در فرهنگ ممیزی رژیم شاه نماد انقلاب بود و در فرهنگ ممیزی رژیم خمینی نماد انقلاب کمونیستی است. شب نماد دیکتاتوری، و تاریک اندیشی مذهبی. آفتاب نماد پیروزی. و شادی که بر همه حرام شد. عشق نماد پایبندی به عقیده و فحشا. و شگفت این که برای شاه لغت شاه خوشایند نبود و او به این نام خوانده می شد. و در حکومت الله بر زمین، یعنی حکومت خمینی، نوشتن الله مکروه است. زبان ادب سیاسی اجتماعی پس از مشروطیت هم در شعر و هم در قصه نویسی در راستای سمبولیسم و نمادگرایی شکفته شد. به زبان نماد، به زبان سمبول بود که اندیشمند شاعر یا نویسنده ایران با مردم سخن می گفت. حالا به زبان نماد ما با مردم سخن می گفتیم. چرا؟ برای اینکه فرضمون بر این بود که عوامل سانسور این نمادها رو در نمی یابند، اما مردم این نمادها رو در می یابند. بخشی از این مردم کی بودند؟ همان کسانی که اکنون دستن در کاران سانسور هستند. برای اینان دست زبان ما روست، نمادهای ما رو میشناسند. ما با اعضای، با عوامل سانسور آرامهری میتونستیم رفتاری فریبکارانه داشته باشیم، میتونستیم براشون توضیح بدیم که مقصود ما از جنگل اونی که شما میگید نیست. سانسور آرامهری گونه ای سانسور بوروکراتیک بود. سانسور خمینیستی سانسوریست ایدئولوژیک. سانسورچیان آرامهری حقوق بگیرانی بودند که کاری اداری رو انجام میدادند. سانسورچی خمینیستی کاری خدایی میکنه، کاری میکنه که بهش ایمان داره. سانسورچی آریامهری یک وظیفه اداری رو انجام میداد. سانسورچی خمینیستی یک وظیفه دینی رو انجام میده. دیکتاتورها به سرکوب آزادی تنها در قلمرو خودشان بسنده نمی کنند. با اعلام حکم اعدام برای 7 تن از روشنفکران ایرانی، موج اعتراض در خارج از کشور به راه می افتد. چند سفارتخانه ایران در کشورهای اروپایی توسط دانشجویان ایرانی به اشغال در می آید. در هلند 20 تن از دانشجویان دستگیر و پس از محاکمه کوتاه آزاد می شوند. شاه ناراضی از برخورد دولت هلند به عنوان اعتراض سفیر خود را به کشور فرا می خواند. او با این فشار سیاسی می خواهد بازوی سرکوبش را در آن سوی مرزهای ایران نیز به کار گیرد. خمینی اما در این زمینه از سلف خود موفق تر بوده است. او با وحشتی که در جهان ایجاد کرده است، تیغ سانسورش را بسیار گسترده تر از محدوده مرزهای ایران به کار گرفته است. جودی کارل، شومن تلویزیون آلمان که در برنامه طنز هفتگیش در یک فیلم کوتاه 13